سلام بر شما به برنامه صفحه دو. خوش آمدید، من مهدی پرپنچی هستم. عریان شدن شاهین نجفی، هنرمند، خواننده و فعال اجتماعی، در کنسرت اخیرش در کانادا انعکاس قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی داشت. آقای نجفی و گروه موسیقی او به گفته خودشان در اعتراض به رفتارهای انجام شده در بند 350 اوین با زندانیان سیاسی روی صحنه عریان شدند. گروهی از این کار برآشفتند و شکل اعتراض او را غیر اخلاقی، فرصت طلبانه و در نهایت ضربه‌ای به حیثیت این زندانیان قلمداد کردند. گروهی دیگر اما اقدام او را تاب و شکنی و فریادی رسا برای جلب توجه افکار عمومی به مقوله زندانیان سیاسی دانستند. واکنش‌های شدیداً متفاوت به این اقدام شاهین نجفی را بررسی خواهیم کرد با مهمانان برنامه: امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی که از واشنگتن با ماست، در فرانکفورت فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی با ما خواهد بود، و اینجا در استودیو علی علیزاده، تحلیلگر فعال سیاسی، ما رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی می‌بینیم از مقصود صالحی در مورد سابقه این نوع اعتراض‌ها. برهنه شدن شاهین نجفی و گروه موسیقیش در کنسرتی در تورنتو واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. آقای نجفی دلیل این کار را همبستگی با زندانیان بند 350 زندان اوین اعلام کرده. اعتراض برهنه معترضان سیاسی در کشورهای غربی سالهاست رایج است. برای اعتراض به نابرابری جنسیتی، حقوق حیوانات و گاهی اعتراض به یک سیاستمدار، آنطور که گروه اوکراینی فمن اینجا از آن استفاده می‌کنند. ایرانی‌ها در کشورهای غربی هم گاهی از این شیوه برای اعتراض استفاده کردند. کمتر از 15 سال پیش برهنه شدن یک شرکت کننده ایرانی کنفرانس برلین در تلویزیون رسمی ایران هم بازتاب یافت. گروهی تأثیر آن اعتراض را در آینده اصلاح طلبان منفی دانستند. برخلاف معترض برهنه کنفرانس برلین یا شاهین نجفی در تورنتو، اعضای فمن به کشور یا محل مورد اعتراض می روند، مثل اینجا در مجلس اسپانیا. باید دید اعتراض برهنه نجفی در تورنتو آیا تأثیری در برانگیختن توجه مردم ایران و جهان به مسائل مورد اعتراض او دارد، یا آنطور که منتقدان آقای نجفی می گویند بیشتر شیوه است برای جلب توجه به خودش تا حمایت از زندانیان اوین. گزارش همکارم مقصود صالحی بود. بسیار متشکرم از هر سه مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند. آقای علیزاده، اگر به طور مشخص به اقدامی که آقای نجفی داشت اشاره بکنیم، یعنی برهنه شدن در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در بند 350 اوین، شما چنین شیوه‌ای رو برای چنین هدفی مشروع میدونید؟ اجازه بدید که از منظر اخلاق گرایانه من وارد این بحث نشم، از منظر عمل گرایانه و نتیجه گرایانه وارد شم. نگاه کنیم که در دو روز گذشته توجه ها به چه چیزی چه جایی رفته. آیا توجه ها به بند 350 و رنج و اون بدن های له شده و صورت های ضرب دیده زندانیان 350 رفته، یا توجهات به مسائل دیگه، به حدود و ثغور آزادی بدن و بیان، به مسئله حرمت بدن، کجا رو نشون بدیم کجا رو نشون ندیم، و مسئله عریانی رفته؟ من میگم اگه نتیجه رو نگاه کنیم، به نظر میاد که موفق نبوده این عمل، این اعتراض موفق بوده در هنجار شکنی، برای اینکه من و شما و دو دوست دیگه هم اینجا هستیم داریم در مورد آقای نجفی حرف میزنیم، نه در مورد مسائل عدیده بسیاری که جامعه ایران باش درگیره. پس موفق شده که از هان رو به قول خودشون یک اختشاشی درش به وجود بیاره و توجه ها رو جلب کنه. اما آیا این توجه ها جلب شدنش کانالیزه شده، هدایت شده به سمت مسئله ای که هدف مورد ادعای ایشون بوده که 350 است؟ به نظر میاد که چنین بوده. و به همین دلیل شما این رو موفق نمیدونید، یا به تعبیری باش موافق نیستید، فکر میکنید که اقدام اشتباهی بود؟ مثلا میگم اشتباه یا غیر اشتباه بودن، سوال اینه که آقای نجفی 1 میلیون نفر در صفحه فیسبوکشون دارن. من فکر میکنم که جامعه حدوداً 4-5 میلیون نفری طرفدار پر و پا قرص ایشون و آهنگاشون هستن، بهشون گوش میکنن. آیا راهی
دیگه غیر از این نمیشناختن، یعنی بدون میانجی ترین آسان ترین راه رو انتخاب کردن، احتمالاً دفعه بعد مدفوع کردن روی صحنه موسیقیشون خواهد بود. سوال خیلی مشخص اینه، آیا راه دیگه ای نبود؟ اما به شما بگم، اگر مثل کنسرت یوتیو یا کنسرت هایی که در اول سال 88 پس از اعتراضات عکس این بدن ها رو پخش کرده بودن روی دیوار، آیا اتفاق بهتری می افتاد؟ متاسفانه نه. اگر نجفی مستقیم به قضیه اشاره می کرد با راه معقول تر و کم سر و صدا تر، احتمالاً جامعه فراموش می کرد، اصلا بهش توجه نشون می داد. حالا که کاری کردی که توجه ها جلب شده، باز توجه به این قضیه نخواهد بود. انگار ما در یک بنبستی هستیم که نجفی و کل جامعه ما دو طرفشون دروی یک سکه و دارن همدیگر رو تقویت می کنن. یعنی این رو در واقع شما اقدامی غیر معقول می دونید که به نتیجه ای که مقصود آقای نجفی بود حالا در ظاهر نرسیده، و مثالی هم که زدید حالا اینکه مثلا اقدام بعدیش باید فرمان باشه، نشون میده که یعنی این رو شما یک اقدام افراطی غیر قابل قبول میدونید با توجه به اینکه میگید مرحله بعدی لابد اقدام دیگری خواهد بود. اجازه بدید نظر آقای بزرگیان رو بشنویم. آقای بزرگیان، شما فکر میکنید که چون این اعتراضی برای چون این هدفی قابل قبول هست؟ منم فکر میکنم که دو تا بحث مجزا باید کردی، که این بحثای اخلاقی و اینا، که به نظر من از این بابت که تونست به کلن اینجور کارا میتونه یه مقدار اون باورهای سلبی و سفت و سخت اخلاقی رو مورد هجم قرار بده، از این بابت میتونه نتایج جالبی داشته باشه حالا یا متفاوتی. یعنی شما به لحاظ اخلاقی اینو مردود میدونید یا مطلوب؟ نه، من نمیتونم بگم مردوده، نمیتونم بگم مطلوبه. من میگم که این چون شما به اخلاق سنتی و معیارهای سنتی اشاره کردید، از این نظر دارم میپرسم، چون طبیعتاً در چارچوب اخلاق سنتی مردود خواهد بود. چون کارهای در واقع یک کنشی خلاف عرف و قوانین عرفی و یک حدودی رو ارائه میده متفاوت از اون چیزی که حالا پسندیده یا پسندید عموم جامعه هست، حالا به یه معنایی میتونه نتایجی داشته باشه از این. اما از نظر سیاسی همونجوری که آقای علیزاده گفتن، همین برنامه‌ای که امروز ما اینجا هستیم در خدمتتون و صحبت‌هایی که امروز شده و این چند روزه شده نشون داده که نتایج سیاسی به بار نیاورده و نخواهدم به بار آورد، چون در واقع موقعی شما میتونید از مدیوم هنر برای امر سیاست استفاده بکنید که اون کار هنری رو به بهترین نحو انجام بدید. انجام دادن کار هنری به بهترین نحو یعنی رعایت اصول مورد حرفه‌ای هنر مثل هر میدان دیگه ای. این در واقع سیاسی ترین کاره، چون در واقع میتونه ما از طریق مدیوم هنر میتونیم واقعیت رو و واقعیت موجود رو نشون بدیم. وقتی چیزی رو از هنر، از میدان هنر کم میذاریم و سعی میکنیم اونو در پشت یک سری کنش‌های دیگه پنهان بکنیم، و امروز هیچ صحبتی ما نمیکنیم از ارزش هنری کنسرت آقای نجفی، هیچ صحبتی نشد، اصلا کسی نشنیده اون کنسرت رو که ایشون اصلا چی خونده، چه سبکی داشته، چه موسیقی استفاده کرده. بسیار. وقتی این اتفاق میفته در واقع شما هنر رو نمیبینید، به این معنا سیاست رو هم نمیتونید ببینید. موقعی ما میتونیم از مدیوم هنر برای امر سیاسی استفاده بکنیم به عنوان سیاسی به معنای بهبود وضعیت جامعه، که اتفاقا اون مدیوم هنر رو به بهترین نحو و با کاملترین نحو و با هنری ترین نه به اجرا بده. پس اگر در واقع جنبندی بخوام بکنم که شما از دید شما این اقدام نه سیاسی است، نه هنری است و نه به نتیجه مطلوب میرسه، حالا با اخلاق سنتی هم که طبیعتاً در تعارض هست. آقای سرکوهی، دو تا نکته رو بگم بعد پاسخ خواهم داد به حرفایی که دوستان زدن. نخست اینکه ما این کار در کانادا اتفاق افتاده نه در ایران، بنابراین یه ذره توجه بکنیم که معیارهای این جوامع متفاوته. البته مخاطبین ایرانی بودن و به همین دلیل معیارهای ایرانی، معیارهای فرهنگ غالب ایرانی، نه همه ایران هم در این حال دوستانی که هی میگن اخلاق و فرهنگ و اینا، دارن از فرهنگ مسلط صحبت میکنن نه از فرهنگ‌های دیگه که وجود داره. اما با توجه هم بکنیم که این کنسرت برای بالاتر از 18 سال بوده، این نکته رو خواهم گفت. اما اون چه که در مورد نتیجه گیری گفتن، یعنی گفتن ما با دید عملگرایانه نگاه بکنیم و ببینیم که آیا نتیجه داده یا نه، به نظر من نتیجه داده. یعنی اینکه حتی کسانی که
دارن بحث میکنن که لخت شدن غلط است یا نه، اخلاقی است یا نه، به هر حال مجبورن اشاره میکنن که در این کار رو در اعتراض به وضعیت زندان کرده. یعنی به هر حال ای کاش البته جامعه ما از نظر فرهنگی مثلا جوامع اروپایی بود و اونجا لخت میشن، مردم نمیان درباره لخت شدن صحبت کنن، درباره این صحبت میکنن که به چه چیزی اعتراض شد. حالا در جامعه ما چون گام اول هست طبیعتاً درباره هر دو صحبت میکنن، یعنی اینکه آیا لخت شدن درست هست یا نه، و در این حال هم میگن که برای چی اعتراض شد. یادتون باشه که این موضوع در خبرها مطرح شد، بعد از خبرها محو شد، یعنی نحوه برخورد با زندانیان دوباره این به خبرها راه پیدا کرد. بنابراین از نتیجه عملی ایشون تا حدود زیادی موفق بودن. این که گفتن که ما باید در اثر هنری اعتراض کنیم، یعنی اینکه بریم یه اثری بیافرینیم که اون اثر خودش حاوی اعتراض باشه، بله بسیار خوبه، اما توجه بکنید که تنها راه اعتراض این نیست و در این حال هم هدف این بوده که توجه افکار بله. عمومی جلب بشه به این کار و این میتونه از طریق اثر هنری باشه، میتونه از طریق کار دیگری باشه. من یک نکته رو بگم، بودند ایرانیانی که مثلا برای جلب توجه خودشون رو آتیش زدن. یادم میشه سالها پیش آقای پوزش خودشو در اسپانیا آتیش زد، مرد برای اعتراض مثلا به رفتار با پناهندگان. به نظر من هم از نتیجه این که هم از نظر نتیجه‌گیری عملی هم از نظر کاری کردن ایشون تا حدود زیادی موفق بودن. حالا بحث های دیگه این که آیا مثلا ایشون برای جلب توجه به خودشون کار کردن. توجه بکنیم که هر اثر هنری، هر اثر اجتماعی، هر حرکت سیاسی اول باید جلب توجه بکنه. من وقتی که مثلا یه بسیار خب متشکرم جناب سرکوی. حالا طبیعتاً برمیگردیم به ادامه این بحث، ولی به لحاظ نتیجه گرایی که شما اشاره کردید، آقای سرکوی معتقده که خیر این نتیجه داده، کما اینکه در به هر حال دو روز گذشته مجدداً راجع به 350 داره به کرات صحبت میشه. راجع به 350 صحبت میشه در زیر سایه اوریانی آقای نجفی، یعنی در جایگاه 350 الان کجاست؟ آیا 350 مسئله اصلی یا مسئله حاشیه‌ای شده؟ 350 به شکلی ادغام شد در آقای نجفی، از آن نجفی شد اگر این مسئله موفق شده باشه. واقعا درسته میشه این حرف رو زد، یعنی اینکه طرف مال خود کرده باشه 350 رو، این چون این برداشتی رو شما واقعا میکنید؟ شما به همین در واقع گفتگوها و دعواهای فضای مجازی که نگاه میکنید در دو روز گذشته، کدوم دیگری رو تحت شعاع قرار داده؟ ببینید هنجار شکنی من میگم ممکنه مثلا مسئله هم نباشه، اما آیا اینجا ما هدفمون اینه که مثلا آزادی بدن و لخت شدن کامل رو در ایران اجرایی کنیم؟ اولا که من با آقای سرکوهی بگم این رو نزدیکترین چیزی که ما بهش داریم فمن ها هستن، فمن ها که بسیاری معتقدن که یک عمل کاملا امپریالیستیه، یعني بدن زن رو کاملا لخته تبدیل وجود داره، به خاطر اینکه حالا در گزارش شما بود، ولی تفاوت هست بین اینکه یک نفر بره در مثلا یک کنفرانسی که مال یک گروهی هست داره برگزار میکنه و لخت بشه، اوریان بشه، با اینکه در کنسرتی خودش، یعنی در جایی که استیج مال خودشه و قبلش هم هشدار داده در پوسترش. بنابراین این یه تفاوت از منظر لیبرالی اخلاق گرایانه اتفاقا بررسی میکنین که این کسی رو نیازورده. قبوله کسانی که اونجا بودن احتمالاً طرفداران اون مثلا آزورده شده باشن، ولی میخوام بگم این تفاوت رو قائل بشیم، چون وقتی مثال فمن رو میاریم اون فرق میکنه. تناقض حرف شما در اینجاست که از یک سمت دارین یک رادیکالیزمی رو به آقای نجفی منسوب میکنین، از یک طرف دیگه میگین که بسیار عمل شسته رفته و پاستوریزه ای بوده. نه، مقصود من این است که اتفاقی که افتاده، چون وقتی شما مقایسه میکنید با اون کار، این در استیج خودش این کار رو کرده. من مقایسه کردم به نفع فمن، تفاوت داره. با اینکه من مخالف فمن ها هستم، برای اینکه بدنشون رو برای توهین به معتقدات مسلمانان اروپا استفاده میکنن از درون خاکی که کشورهای متعلقه که در سر مسلمانان بمب میریزن، اما باز هم کار فمن ها 100 برابر رادیکال تر از آقای نجفیه، برای اینکه بدن خودشون رو مورد معرض حمله پلیس اون کشورها قرار میدن و یک بهایی میدن. آقای نجفی در جایی این کار انجام داده که به سرگرمی کامل تبدیل شد. من یک نکته کوچیک بگم، اگر اون عکس های بدن های له شده رو پشتشون انداخته بودن، احتمالاً بلیت کنسرت بعدشون کمتر فروش میرفت. آقای نجفی به خودشون ذره ضربه نزدن، چون مشتریانشون میخوان اوج سرگرمی رو تجربه کنن، نمیخوان دل زده بشن از دیدن زندانی ها و چیزی به یاد بیارن. این مسئله هم درون سرگرمی میفته و جامعه هم در موردش به همین از منظر سرگرمی داره حرف میزنه. آقای بزرگیان، من پرسشی که دارم برخواهم گشت به شما، ولی آقای سرکوی نکته ای داره در همین با بگم که اولا این انگیزه شناسی هایی که ایشون میکنن بسیار به نظر من نه وجدانی است انسانی، برای که ایشون برداشتن همه تماشاچی های آقای نجفی رو، من نمیشناسم اینا رو، اما انگیزه شناسی میکنن، میگن اینا انگیزه شون اینه، اگه اینطور بود اینطور نمیخواستن مسائل سیاسی. این کار درست نیست، ما یک جمعی رو جمعاً محکوم بکنیم. دومی که مقایسه با کارهای دیگه هم به نظر من فمن یا غیر امپریالیسم، اینجور مارک زدن رو بذاریم کنار،
عصبی هم نشیم، بیایم واقعا راجع به خود مسئله صحبت کنیم. مسئله این هستش که اصل حرف ایشون اینه که اگر بقیه رو بذاریم کنار، مارکس زدن و امپریالیسم و نمیدونم چی چی به مسلمانان توهین کردن و اینجور حرفا رو بذاریم کنار، به اصل مسئله بپردازیم، یعنی نخواهیم فضا ایجاد بکنیم با مارکس زدن. اصل حرف ایشون اینه که میگن که بحث زندانی در حاشیه قرار گرفته. منم همین رو میگم، اما یه حرف دارم، اگه این کارو نمیکردن در حاشیه هم مطرح نمیشد. درسته الان بیشتر بحث میشه راجع به لخت شدن یا لخت نشدن، اما به هر حال اون بحث در حاشیه مطرح میشه، بحث وضعیت زندانیان، یعنی به هر حال بهتر از مطرح نشدنه. این نکته رو توجه بکنیم که مهم هست. آقای بزرگیان، شما سرتون رو تکون میدادید وقتی آقای سرکویی صحبت میکرد. من واقعا تعجب میکنم از آقای سرکویی که به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک نویسنده میگن که بحث چیز مطرح شده در حاشیه. اصلا مسئله سر این نیست. ببینید، میدان هنر در واقع جاییه که فرد میتونه از قوانینی که در جامعه هست، از قوانینی که در دولت هست، از قوانینی که در عرف هست عدول بکنه. هیچ کسی در میدان هنر اجازه نمیتونه قوانین بذاره غیر از خود قوانینی که خود هنر داره. برای همین عدول کردن و تاب و شکنی در هنر هیچ اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره. فرد میتونه و باید به اقتضای کار هنریش عدول بکنه از قوانین، تاب و شکنی بکنه. به این نسبت کار آقای نجفی اصلا مورد چیز نیست. و اون کسایی هم که عصبانی میشن نسبت به اینکه چرا ایشون لخ شده یا چرا، احتمالاً از هنر و تاریخ هنر خیلی چیزی. یه ایرادی که آقای بزرگیان گرفته میشه این هست که این کاری که آقای نجفی کرده هیچ نسبتی با زندانیان بند 350 نداره. شما این رو چطور میدید بزرگیان؟ آیا واقعا باید یک کسی که اعتراض میکنه لزوما در چارچوب معیارهای اخلاقی همون افراد قرار بگیره؟ نه اصلا. مگر زندانیان سیاسی متعلق به یک بخش خاصی از جامعه هستن؟ اونا به خاطر اینکه زندانی سیاسی هستن و زندانی آزادی هستن مورد احترام، نه به خاطر اعتقادات شخصیشون. اون حرف رو اصلا نمیشه زد. یعنی هر کسی میتونه با هر وسیله و امکانات و اعتقادی که داره در واقع از اونها ستایش بکنه، قدردانی بکنه، هرچی. مسئله سر اینه که پروپاگاندا فقط پروپاگاندای دولتی نیست. از پروپاگاندا یه موقع از پروپاگاندای اتفاقا طبقات پایینه استفاده از ابزاریه که میتونه جلب توجه دروغین بکنه. من حرفم اینه که با میانجی غیر از ما از وسیله هنر استفاده بکنیم، بعد در میانه راه کار هنریمون بفهمیم، بدونیم، متوجه بشیم که به طریق کار هنریمون اینقدر کیفیت نداره، اینقدر چیز نداره که بتونیم توجه عمومو به مسئله مورد توجهمون جلب بکنیم یا به هنرمون یا به کارمون جلب بکنیم. بعد از زندانیان سیاسی، از موسوی، همونجوری که از اپل، نایک، بله، از هر چیز دیگه استفاده بکنیم و به میانجی اونها بخوایم اثرمون رو القا بکنیم. بسیار. این مسئله سر اینه. مسئله سر اینه که آقای سرکویی خودشون در ایران بودن و کتاب منتشر کردن و میدونن که چگونه میتون افراد و سازمانهایی بودن که با استفاده از چیزهای دیگه‌ای غیر از میدان هنر بسیار کار رو اجازه بدید واکنش آقای سرکویی رو داشته باشیم. جناب سرکویی اجازه بدید من جواب بدم. ببینید، کوتاه آقای سرکویی، در اثر هنری میتوان اعتراض کرد، این درسته، اما این نیستش که هنرمندان فقط باید در اثر هنری اعتراض کنن. هنرمند میتونه در تظاهرات شرکت کنه. در تظاهرات شرکت کردن، در یک تظاهرات سیاسی وقتی یک هنرمند شرکت میکنه اثر هنری نیست، اما شهرتش سبب میشه که جلب توجه بشه اون تظاهرات. هنرمند میتونه لخت بشه، وقتی لخت میشه شهرتش سبب میشود که جلب توجه بشه به موضوع اعتراض. اینکه ایشون میگن که در اثر هنری باید اعتراض کرد، یعنی اینکه هنرمند یک کسی که حق فعالیت اجتماعی و سیاسی نداره و فقط باید اثر هنری خلق کنه. این خوب است که هنرمند در اثر هنری اعتراض کنه و موندگار هم خواهد شد اون اثر هنری، اما همه هنرمندان مسئول و متعهد علاوه بر آثار هنری در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و غیره شرکت می‌کنن و اعتراض می‌کنن. یعنی تنها راه اعتراض اثر هنری نیست. بسیار. اگر در ایران ما نمی‌تونیم این کارو بکنیم به این دلیل که اجازه نمی‌دن.
شما همه هنرمندان بزرگ دنیا رو نگاه کنید، هزار تا کار سیاسی و اجتماعی هم میکنن، اعتراض هم میکنن، کاری هم به اثر هنریشون نداره، از شهرتشون هم استفاده میکنن برای اینکه اون حرکت اجتماعی سیاسیشون تبلیغاتی بیشتر بشه. در عین حال هم گفتم که کار تبلیغاتی نباید کرد. چرا کار تبلیغاتی نباید کرد؟ هر کار سیاسی و اجتماعی نیازمند به تبلیغات داره. بسیار خب آقای علیزاده، اولا آقای سرکوی کلمه تحت در واقع ابزار استعمار شدن کل در مورد فمن بود، حالا من اینجا در مورد شخص خاص آقای نجفی صحبت نکردم و نقدی بود که فمینیست های غربی از فمن ها کردن. حالا شما میتونید وارد اون بحث در جای دیگه بشین. مسئله انگیزه شناسی هم به این معنی بود که آسیب شناسی فضای اجتماعی ماست، فضای اجتماعی که اتفاقا اگر چیزی عقیم باشه رادیکالیسم خود آقای نجفی نیستش به تنهایی، اون آقای نجفی داره خوراکی میده که جامعه میخواد. جامعه توان مبارزه سیاسیش رو از دست داده، جامعه سرکوب شده از سال 88 به بعد، توان مبارزه واقعی و به هم زدن پایه های مادی رژیم و حاکمیت رو نداره. تنها جایی که میتونه این خلسه انتزاییه. اتفاقا آقای نجفی آیه سرکوبی دفاع میکنن برای اینکه بسیار انتزایی بودش کار آقای نجفی، به همون انتزایی بودن خاص کانون نویسندگان در دهه 70، آزادی بی حد و حصر بیان، همون انتزایی بود که الان انتزایی اشاره که من در جای خودم که شما میگید که در واقع امکان کنش سیاسی از جامعه گرفته شده، این تعبیر شماست. دیروز من با دوستی صحبت کردم، بحث اونم همین بود، میگفت که چون اصولا این امکان ها کلا گرفته شده، بنابراین این همین کاری که آقای نجفی کرده میتونه یک نوع اعتراض باشه به همین ماجرا، به پوچی امر سیاسی، اینکه شما هیچ کاری نمیتونی بکنی الا اینکه اوریان شی. بسیار خب، ولی آقای نجفی که کاری میتونه بکنه که جایگاه آقای نجفی کجاست؟ در کانادا اگر آقای نجفی با میزان آزادی که حدوداً 1000 برابره کسانی که درون ایران هستن، با اون امکاناتی که دارن، با اون وچه‌ای که گفتن، آیا سرکوبی گفتن ایشون وچه داشتن، معروفیت داشتن، این نداشتن که ما شما دمش حرف نمیزدیم، با اون همه امکانات و ابزار تنها کاری که ازشون برمیاد آسان‌ترین کاره، پس دیگه وای به حال پس وای به حال بقیه مخاطبان در ایران. پس ببینید خلاقیت سیاسی کجاست. اولا من آقای نجفی معتقد به مسئله هنری نیستم، ایشون میگن که من فعال اجتماعی هم هستم، در تعریف شما بود، حق دارم به عنوان فعال اجتماعی عمل انجام بدن. کارشون هم مثلا میگم درست، اصلا هنجار شکنی کردن. هنجار شکنی یعنی چی؟ یعنی توجه رو جلب می‌کنه، تلنگر می‌زنه، یک جایی رو تکون میده، یک اختشاشی در وضعیت نمادین به وجود میاره که حالا توجه جلب میشه. توجه جلب نشده، من میگم فقط نجفی نیست، نجفی یاد گرفته که جامعه چه چیزی میخواد و این سیرکولیشن، این چرخه رو یاد گرفته. الان داریم یه مقدار موضوع عوض میشه، چون اگر جامعه اینو میخواد، چون استدلال اولیه این بود که این خلاف هنجارهای جامعه است، پس چطور جامعه میخواد؟ ببین شما در سال 88 اگر اجازه بدید، جایی که شکست تقریبا داشت به وجود میومد، مسئله خانم گلشیفته فرهانی مطرح شد، مسائل جانبی مطرح شد. از روز 350 تا به امروز حدودا 5 کمپین و 5 اتفاق اجتماعی مطرح شده. جامعه توان روبرو شدن مستقیم با مسائل سنگینی مثل 350، مثل کاریزه و غیره رو بعضی یک مدت نداره، نمیتونه یک سال حالت چریکی بمونه و هر روز مسائل سیاسی رو مطرح کنه. برای همین میخواد فراموش کنه اتفاقا، و این اتفاقات این اجازه رو میده. آقای بزرگیان، شما استدلالی که داشتید این بود که این خلاف هنجارهای جامعه است، مطلبی که آقای علیزاده مطرح میکنه این هست که نخیر، اتفاقا جامعه این رو میخواد. من از در مورد هنجارهای جامعه صحبتی نکردم، اتفاقا گفتم چون کار هنریه در میدان هنری میشه هنجارهای اجتماعی رو شکوند، و اتفاقا هنر یکی از کارکرداش هم همینه، اتفاقا خیلی هم خوبه و باید هم این کار کرد. اما درسته که یکی از ویژگی های هنر شکستن تابوه، اما هر تابو شکنی هنر نیست. ما به مثابه اینکه تابوی رو بشکنیم یا هنجاری رو بشکنیم هنرمند نمیشیم یا کار هنری نکردیم. این رابطه رو نمیشه معکوس کرد. از اون ور درسته، از اون ور میشه گفت که تابو شکنی یکی از اجزای هنره. در واقع ما از طریق تابو شکنی که در هنر صورت میگیره، در یکی دو جمله اگر لطف بکنید، چون شما یه اشاره هم قبلا داشتید به اینکه آقای نجفی خودش رو بسته به جریان سبز یا حالا با آقای موسوی نمیدونم بند 350، آیا چون این چیزی رو با چه استدلالی، یعنی در واقع این رو مطرح میکنید؟ چون همون بحث شهرت طلبی هست و اینکه طرف خودش رو بسته به جریان بزرگتر برای اینکه بر خودش شهرت بگیره، آیا چون این متوجه درست شدم و متوجه شدم به حرف شما رو؟ من مثلا سر این بود که اتفاقا آقای نجفی رو من نه به سبب لخ شدنش در برهنه شدنش در این کنسرت، که اتفاقا به میزان برهنه نشدنش من میگم نشون دهنده اینه که ایشون
نمایشی بوده کارشون. بسیار یعنی شما گروه تمام گروه برهنه بشن و ایشون برهنه نشه. البته ظاهرا حالا فقدان و این نبود و این کاستن منتشر شده این بود، ولی صحبتایی که بعضی ها رو من شنیدم بود که ظاهرا ایشون هم ابتدا برهنه بودن. آقای سرکوهی در یکی در واقعا یک دقیقه لطفا. من فقط دو نکته بگم. یکی اینکه ایشون گفتن جامعه نمیتواند مبارزه جدی بکنه، به این راه ها پناه برده. جامعه در ایران نمیتواند مبارزه بکنه، اما توجه نمیکنید که ایشون در کانادا هستن، در خارج از کشور. جز تبلیغات، جز برانگیختن افکار عمومی برای حمایت از زندانیان و حمایت از جنبش مردم، کار دیگه اصلا نمیتوان کرد. اون که باید مبارزه بشه، آقای علیزاده میگن در داخل ایران. توجه کنید که این کار در کانادا انجام شده. نکته دوم که ایشون میفرمایند این کار هنری نیست، اصلا این کار هنری نکرده، این لخت شده، برهنه شدن که کار هنری نیستش. با این کارش خواسته توجه جلب کنه با معیارهای اثر هنری که این کار رو نمیسنجن. نکته بعدی اینه که یک نفر میاد خودشو به یک چیزی میبنده که اونها ممکنه مخالف این باشن. زمانی که من زندان بودم، کسانی از من حمایت میکردن و از جمله من میشناسم، به منم گفتن، برخی دوستان مذهبی من از من حمایت میکردن، به من گفتن ما برای تو دعا میکردیم. من با دعا کردن مخالفم، اما متشکرم از اونها که به شیوه خودشون و به سبک خودشون از من حمایت میکردن. یعنی مسئله این هستش که توجه بکنیم که نه اثر هنری خلق شده، یک کسی خواسته توجه رو به موضوع جلب کنه و تا حدودی هم موفق شد. بسیار متشکرم. واقعا فرصت نداریم آقای علیزاده. 30 ثانیه. دقیقاً محل اجرای این برنامه مهمه در کانادا، که آقای جان بیر وزیر خارجه در کنار اسرائیل مهمترین حمله به ایران و به وضعیت ایران در حال حاضر داره، امن‌ترین جا برای اون عمل سیاسی. و اشاره‌ای هم دقیقاً اشاره رو از قضیه زندانیان 350 که هیچ، از آقای رضا شهابی که امروز روز 20 اعتصاب قضاشونه و اتفاق دیگه گرفتش. متشکرم. علی علیزاده اینجا در استودیو. آقای سرکوهی من شرمسارم، ولی واقعا یک جمله بسیار مهمه. زمانی که برای من کمپین میشد، همه میگفتن آلمانیا استعمارگرن، برای این آدم کمپین میکنن. من متاسفم واقعا. بسیار متشکرم. فرج سرکوهی در فرانکفورت و همینطور امین بزرگیان که از واشنگتن با ما بودن. و متشکر از شما که تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق ایمیل در وبسایت، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم که نظرات شما را درباره این برنامه هم حتما داشته باشیم روی صفحه فیسبوکمون. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتان خوش. We'll be right back.